سازمان جهانی نفی خشونت در خصوص شروع به کار اجلاس سران کشورهای عرب واکنش نشان داد. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با شروع به کار اجلاس سران کشورهای عرب در اردن بیانیه‌ای خطاب به کشورهای شرکت کننده در این اجلاس صادر کرد. در این بیانیه که نسخه از آن برای خبرگزاری ویوز ارسال شده آمده است، با برگزاری اجلاس و گرده هم آمدن سران کشورهای عرب در کشور اردن، جهان اسلام و جهان عرب نگاهی امیدوارانه به این اجلاس دارد تا شاید اوضاع کنونی این کشورها در آینده نزدیک دستخوش تغییراتی پسندیده شود. سازمان مسلمان آزاده در ادامه افزود این اجلاس که با حضور همه گردانندگان کشورهای جهان عرب همراه خواهد بود در برهی حساس از زمان برگزار می شود پس بدیهی است مسئولیت این کشورها در تعیین مسیرهایی با هدف بهبود اوضاع کشورهای عربی خصوصا کشورهای مانند لیبی، سوریه و یمن بیش از پیش خواهد بود و چشمها به آنها دوخته شده است همچنین در این بیانیه آمده است طبق برآوردهای انجام شده توسط سازمان های مربوط تا زمانی که شعله جنگها و یا سرکوب ها در برخی کشورهای عربی ادامه دارد آرامشی در این کشورها حکم فرمان نخواهد شد و حتی ممکن است ناآرامی ها به کشورهای دیگر نیز سرایت کند پس لازم است تا کشورهای حاضر در این اجلاس را حل مناسب را برای این گونه ناآرامی ها که جان صدها هزار نفر را گرفته و یا مجروح ساخته و میلیون ها نفر را آواره کرده اتخاذ کنند. سازمان جهانی نفی خشونت در پایان بیانیه خود تاکید کرد حکمرانان کشورهایی که دچار مشکلات داخلی هستند نیز لازم است اختلافات را کنار بگذارند و ضمن احترام به درخواستهای مردم خود دست از سرکوب آنها بردارند تا بتوانند شاهد پیشرفت توسعه و شکوفایی جامعه خود باشند.